بینندگان تلویزیون تیشک، درود بر شما. با برنامه صفحه دیگر، امشب موضوع هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران و مسئله تنش‌ها و اختلافات میان امارات متحده عربی و جمهوری اسلامی ایران را با میهمانان گرامی برنامه، جناب آقای حامد کنانی، روزنامه نگار، یونس شاملی، فعال سیاسی آذربایجانی و علیرضا نوریزاده، نویسنده و تحلیلگر سیاسی، مورد بحث و بررسی قرار خواهیم داد. ابتدا درود بر جناب عالی، جناب آقای حامد کنانی. درود بر شما قربان. و عرض سلام دارم خدمت جناب عالی، جناب آقای شاملی. منم سلام عرض میکنم خدمت شما و بینندگان شما و به اصطلاح عزیزان شرکت کننده در این پنل. بله، البته در پایان برنامه در خدمت جناب آقای نوریزاده خواهیم بود. جناب آقای کنانی، از جناب عالی شروع خواهم کرد. به نظر جناب عالی در خصوص مسائل هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران، در شرایط کنونی هدف از مذاکره جمهوری اسلامی ایران با غرب چیست و یا فکر می‌کنین دستاوردی برای جمهوری اسلامی ایران در بر داشته باشه؟ در مسئله هسته ایران، اگر ما مسئله رو اینطور نگاه کنیم که رژیم برای به صلاح رسیدن به صلاح اتمی این برنامه رو ادامه داد و متحمل این همه به صلاح خسائر سیاسی و اقتصادی و تحریم های بین المللی شد، بگیم نتیجه اینه که نه، هیچ گونه موفقیتی برای رژیم نداشته، بلکه شکستیه که رژیم الان متحمل شده. ولی اگر از اون طرف نگاه کنیم که رژیم خواهان بمب اتم نبوده و فقط خواهان رسیدن به تکنولوژی اتمی بودش، این مسئله و این به اصطلاح مصالحه‌ای که در پیشه اونا رو به هدف رسونده، به خاطر این که نه تنها به اصطلاح اون مراکز اتمی ایران مورد هیچ تعرضی قرار نگرفتن و ایران رو از ادامه به اصطلاح یورانیوم و تجربیات اتمیش، البته یورانیومش منحرف نکردن، بلکه اون ادامه داده و همکنون ایران این ایزگاه ها رو داره و به فعالیت های اتمی صلح‌آمیزش ادامه میده و مورد هیچ گونه تعرض نظامی هم قرار نگرفته. به موازات این تونسته کشور عراق رو به عنوان یک حیات خلوت خودش تبدیل کنه، الان در مصر هم نفوذ روزافزون پیدا کرده و لبنان رو به استانی از ایران تبدیل کرد. بنابراین رژیم با بکار گیری سیاست پیروزی از طریق رعب و وحشت نه تنها بر داخل ایران مسلط شد از طریق زور و رعب، بلکه در عراق و در لبنان هم و در مصر هم داره جاپا پیدا میکنه. بله جناب آقای شاملی، آیا واقعا جناب عالی هم مثل آقای کنعانی فکر میکنین که جمهوری اسلامی ایران در منطقه علل خصوص در مصر و عراق تونسته در واقع برای خودش جای پایی باز بکنه و در واقع مشروعیتی پیدا بکنه در منطقه، یا اینکه مشروعیت جمهوری اسلامی ایران در منطقه رو به تنزل رفته؟ و در این خصوص میخوام از جناب عالی هم بپرسم، آیا واقعا هر وقت که جمهوری اسلامی ایران خطر بیخ گوشش رسیده، مسئله مذاکره رو پیش کشیده و آیا یک بار دیگر جام زهر رو خواهد نوشید؟ هر شبت که در ارتباط با به اصطلاح گسترش نفوذ جمهوری اسلامی در مناطق و کشورهای عربی، من گزارشات متفاوت و بسیار مختلفی هستش. بله. ولی من چیزهای متفاوتی، یعنی چیز به اصطلاح در تعارض با اون چیزی که دوستمون مطرح کردن، گزارشات زیادی خوندم که
حتی گرایشات به اصطلاح میانی و راست مذهبی در کشورهای به اصطلاح عربی که بهار عربی را سرگذروندن و دولت‌ها را تغییر دادن با جمهوری اسلامی نزدیکی نمی‌کنند. در مصاحباتشون معمولاً از به اصطلاح سیاست‌های جمهوری اسلامی فاصله می‌گیرند. حالا البته خب دوستانی که بیشتر در با جهان عرب نزدیکی دارن شاید بهتر از وضعیت اون که در اونجا میگذره با خبر باشن، ولی من فکر میکنم تجربه این که به اصطلاح جمهوری اسلامی در همین 30 سال گذشته از سرگذرانده و رهبرهای جدیدی که در اون کشورها به قدرت میرسن، فکر کنم به اصطلاح هوشیاری اونها رو به اصطلاح به اون موضع بکشونه که بخوام از شگرد و شیوه جمهوری اسلامی در سیاست گذاری و بهره‌برداری بکنن. اما اون چیزی که من میدونم جمهوری اسلامی به خاطر همون سیاست‌های ضد امریکایی و فضای اون ضد امریکایی، افکار اون ضد امریکایی در دنیای عرب بهره برداری کرده و امروز هم اونجا از نقطه نظر به اصطلاح این جمعیت و افکار عمومی دنیای عرب حمایت‌هایی از جمهوری اسلامی میشه، در اون تردیدی نیست. ولی دولت‌های جدید به سر کار آمده آیا از به اصطلاح این سیاست پیروی می‌کنن؟ من بسیار شک دارم. اما برگردیم به سیاست اتمی و به اصطلاح سیاستی که جمهوری اسلامی در این قبال دنبال میکنه. من ببینید الان 14 ماه بود که به اصطلاح جمهوری اسلامی در انزوا به سر میبرد و هر روز که میگذشت فشار به اصطلاح ارگانهای بین‌المللی دولت‌ها به ایران اضافه تر شده، تحریم‌ها افزون تر شده و به تدریج به اصطلاح همین واسطگی دولت ترکیه به تدریج شرایط رو برای مذاکره آماده کرد. این مذاکرات اخیر به نظر من قبل از مذاکره هم حتی سخنرانی های مختلف خامنه ای در ارتباط با عقب نشینی از این که اینا دنبال بمب میسازن، یعنی در دو شرایط و دو بار مختلف خامنه ای اذعان کرد یا مطرح کرد که ما به دنبال ساختن بمب اتمی نیستن یا ساختن بمب اتمی حرام است و از این جور اظهار نظرها. در واقع این اظهار نظرها به اصطلاح در قبال و یا در مقابل فشارهای روزافزونی بود که از سوی جامعه بین‌المللی و ایران وارد میشه. به نظر من جمهوری اسلامی اونجا عقب نشینی کرده. یعنی اگه فشارها کمتر بشه جمهوری اسلامی باز روال قبلی رو پیش خواهد گرفت؟ مطمئناً جمهوری اسلامی به نظر من حتی در شرایط کنونی هم داره سنجش امکانات میکنه. یعنی مذاکرات آخری که امروز وارد شده، البته خب میدونی که مذاکرات ظاهراً به دلیل به اصطلاح انعطافی که جمهوری اسلامی نشون داده مثبت ارزیابی شده و الا به اصطلاح یعنی در واقع ارزیابی ها این بود که به اصطلاح شرکت کنندگان ایرانی در این مذاکره با به اصطلاح تمایل بیشتری برای مذاکره به دور میز نشسته و گفتگو کردن. یعنی در واقع همون عقب نشینی که به اصطلاح در بیانات رهبرای جمهوری اسلامی هم به چشم میخوره. به نظر من سنجش هر آن امکانات جمهوری اسلامی برای استمرار سیاستش این کاملا سر جای خودش هست و این نگرانی رو به اصطلاح میشه در از مواضع مختلف دولت‌های مثل اسرائیل و دولت‌های عربی دید، به خاطر اینکه اعتمادی به جمهوری اسلامی در بیانش نیست. در این حال هم باز هم بعد از 14 ماه وقتی دور میز مذاکره نشستن، این مذاکرات باز به 5 هفته دیگه واگذار شده و معلوم نیست که اون 5 هفته دیگه آیا به نتیجه خواهد رسید. نه، ولی شواهدی دال بر عقب نشینی جمهوری اسلامی حداقل در تاکتیک دیده میشه، یعنی اینکه به صورت استراتژیک بخواد درهای خودش رو باز کنه برای اون وضعیت، این فعلا در مذاکرات دیده نمیشه. ولی صالحی وزیر امور خارجه ایران در مذاکره در یکی از مصاحبه‌های اخیرش مطرح کرده که ما سعی خواهیم کرد که باب مذاکره و گفتگو بسته نشه، یعنی اظهار کرده که ما نمیذاریم بسا این گفتگوها به بنبست برسه. معنی این صحبت اینه که در واقع اگه ببینیم به بنبست میرسه عقب نشینی میکنیم، چون به اصطلاح این جور جهان غرب یا به اصطلاح جهان مثلا غرب نیست که میخواد عقب نشینی کنه در این موضوع. در این موضوع باید ایران که عقب نشینی بکنه و این سخن به اصطلاح آقای صالحی نشون میده که جهتگیری های استراتژیک جمهوری اسلامی زمانی که اگر فشار رو واقعی ببینن شرایط برای عقب نشینی در اونجا هستش، منتها در شرایط کنونی بسیار زوده که در این مورد قضاوت کرد. منتها تمایل جمهوری اسلامی در این مذاکره عقب نشینی و دیدن این فشار یعنی حس این فشار از مثلا قوی تر شدنش و بعد یواش یواش در اواسط تابستون تعطیل شدن فروش نفت و بسته شدن به اصطلاح دفاتر بانک مرکزی بانک ایران بسیار مثلا چیزهای بسیار حساسی هستن که دست و پای جمهوری اسلامی رو حتی برای معاملات معمولی هم خواهند بست در خارج. اینه که باید دید که مذاکرات در بغداد چه نتیجه‌ای میده و آیا جمهوری اسلامی حاضر هست که مثلا درها رو باز کنه. من به نظرم الان شرایط طوری هست که به اصطلاح موقعیتی که غرب داره، جنگی که به اصطلاح
در عراق و افغانستان هنوز پایان نپذیرفته. نزدیک شدن انتخابات در امریکا که گفته میشه که اصطلاح اوباما رو از این که بتونه به اصطلاح سیاست‌های به اصطلاح از این نوع یعنی عملیات نظامی در خارج اتخاذ بکنه اینو برحذر می‌داره، یعنی در سیاست‌های داخلی امریکا هم برآوردها اینه که به اصطلاح یکی از علل به اصطلاح رفتار منصف امریکا هم سیاست‌های داخلی خود امریکاست. بله جناب آقای کنانی، آیا تحریم‌ها و فشارها بر روی جمهوری اسلامی ایران تونستن که این نظام رو به پای مذاکره بکشونن؟ و آیا واقعا جمهوری اسلامی ایران داره انرژی مسالمت آمیز هسته‌ای در واقع تولید میکنه؟ و فکر میکنین جناب عالی که آیا در آینده یک بار دیگر همانند جنگ بین ایران و عراق و مذاکراتی که تاکنون جمهوری اسلامی با کشورهای دیگه داشته که هر دفعه در واقع به نوعی جام زهر رو نوشیده، آیا این دفعه هم جام زهر رو خواهد نوشید؟ البته در مسئله جام زهر اینا تجربیاتی که در ابتدای جنگ داشتن، عذر میخوام، در حین اون گروگانگیری سفارت آمریکا بله. در تهران در ابتدای انقلاب سال 58 همه بیاد دارن که اینا چطور فرصت رو از دست دادن و گروگان ها رو برای بیش از 440 روز نگه داشتن و در آخر طی تفاهم‌نامه‌ای که به ضرر ایران بود اونا رو تسلیم دادن. در مسئله جنگ ایران عراق هم همه بیاد داریم که موقعی که عراق از محمره خرمشهر کشید، کشورهای حاشیه نشین خلیج اومدن و حاضر شدن که خسارت جنگ رو به ایران بپردازند، مشروط بر این که ایران نام توقف جنگ بکنه که خمینی قبول نکرد و در آخر در سال 88 اون جام زهر نوشید برای بار دوم. و فکر کنن رو همون تجربیاتی که اینا داشتن این دفعه خوب بازی کردن و خوب مسئله رو پیش بردن، همه یک دست نقش های متفاوت و مختلفی بازی کردن، از خاتمی گرفته، از حسن روحانی گرفته که سرپرست تیم مذاکره کننده ایران در ایام اصلاحات بودش، تا آقای صالحی و سلطانی که امروز در رأس این مسئله هستن. من به نظرم اینا موفق شدن انرژی هسته صلح‌آمیز داشته باشند در ردیف کشورهای همچون برزیل، ژاپن در اومدن، به خاطر اینکه این کشورها از تکنولوژی اتمی برخوردارن، منتها بمب اتم تجربه نکردن و ایران در این مرحله به این حالت تظاهر میکنه که خواهان بمب اتم نیست و خامنه‌ای چندین بار در این مورد صحبت کرد که آقای اوباما متاسفانه برای بار دوم داره اشتباه تاریخیش یا استراتژیش میکنه. اون بار اول که 2009 بود به خاطر مصالح ایالات متحده آمریکا دست درازی کرد، به دست دوستی رو دست کرد به طرف خامنه ای و به اون جنبش مردمی داخل ایران در حقیقت به صلاح طعنه زد و امروزه دوباره مجددن حرفای خامنه‌ای رو قبول کرده و پذیرفته و در نامه‌اش هم دقیقا به این نقطه اشاره کرده. بنابراین من میبینم که اینا در استانبول درسته که نشستن، منتها قبل از این چندین کانال سری ما بین خامنه‌ای و اوباما برقرار شده بود و در واشنگتن اینا دور هم نشستن و به توافقات مقدماتی رسیدن که استانبول در واقع جلسه به اصطلاح ظاهری بود برای مسئله و ایران رو پذیرفتن به عنوان یک کشور با انرژی اتمی صلح‌آمیز. ولی مسئله اینجاست که آقای خامنه‌ای این دفعه به وعده‌هاش وفا خواهد کرد؟ خامنه‌ای وقتی فتوا میده که انرژی اتمی حرامه، اسلام اون حرام کرده، بالاتر از خامنه‌ای و بزرگتر از خامنه‌ای کتاب قرآنه که قتل
نامشروع حرام کرده، فساد اداری حرام کرده، مزاحمت مردم حرام کرده، تجاوز به امنیت همساده ها رو حرام کرده، سلب آسایش مردم حرام کرده. متعاقب خامنه‌ای در این 32 سال بیش کدوم از اینا اعتنایی نشون نداد و همه رو زیر پا گذاشت. حالا آیا به این حرفی که گفته، به آقای اوباما گفته، اعتنا خواهد کرد، تعهد خواهد کرد؟ مسئله دیگه اینه که در مورد آمریکا یه سری مصالحی تو منطقه داره و برای همه هم معلومه و آمریکا همیشه با طرفی معامله میکنه که قدرت داشته باشه، نفوذ داشته باشه، بتونه کاری انجام بده. متاسفانه جبهه عربی بعد از مثلا حوادثی که از اشغال کویت توسط عراق در سال 90 شروع شد و تا سقوط نظام حسنی مبارک در مصر ادامه داد. در این 20 سال و اندی ایران تونست نقشی در منطقه عربی خاورمیانه و نقش اصلی بازی کنه، حالا یا از طریق تروریسم یا از طریق پرورش یا کمک و همیاری به احزاب و سازمان‌های شیعی در عراق، در لبنان و حتی سنی در مصر و در فلسطین و جاهای دیگه، و تونست جای پای خودش محکم بکنه. به اضافه این شعار آزادی فلسطین برای رضایتمندی اعراب و جذب اونها به طرف خودش سر داد و خیلی بر علیه یهود و مسئله هولوکاست حرف زدن و در این واسطه تونستند که رأی عام عمومی مردم عرب رو به طرف خودشون بکشانند. الان ایران موجوده و وجود داره و میتونه تأثیر بگذاره. تونست انتخابات مردمی روی عراق رو زیر پا بگذاره. آقای علاوی که برنده ائتلاف العراقی بود و لیست العراقی پیروزی انتخابات پارلمانی عراق بود، ایران تونست آقای مالکی رو اونجا بذاره، سر کار بیاره. در لبنان همین کار کرد. در مصر 2 میلیارد دلار عضو میخوان به اخوان المسلمین از طریق آقای کمال الحلباوی، یکی از سران و فرماندهان به اصطلاح رهبران اخوان المسلمین، شاخه اخوان المسلمین مصر، که به ایران اومد و چندین بار با آقای خامنه‌ای دیدار کرد. 2 میلیارد دلار از ایران کمک گرفت و این مردم حاشیه نشین مصر بسیج کرد با این پول و تونستن اخوان المسلمین یک پایگاه توده‌ای در بین مردم مصر برای خودشون درست کنند و پیروزگر یا پیروزمند انتخابات اخیر بشن. بله. ایران تونست برای خودش جای پای محکمی درست کنه. از یک طرف هم تونست با هجمات پیاپی با آمریکا اون مجبور به سازش بکنه و اتفاقیه‌ای که در یا اجلاسیه‌ای که در استانبول بود در حقیقت اون نتیجه فعالیت‌های امنیتی، تروریستی و اقتصادی ایران در این مدت بوده و تونستن نه تنها رژیم جمهوری اسلامی رو به اصطلاح از مهلک سالم بیرون بیارن، بلکه کشورهای دشمن استراتژیک خودشون مثل افغانستان و عراق رو و مصر رو به کشورهای تحت نفوذ و حیات خلوت ایران تبدیل کنن. بله، البته جمهوری اسلامی در واقع همیشه دخالت داشته در امور داخلی بسیاری از کشورها به گفته کارشناسان سیاسی، اما خود جمهوری اسلامی ایران مدام معترض هست کشورهایی در امور داخلی ایران دخالت می کنند. در همین راستا جناب آقای شاملی، آقای محمود احمدی نژاد در بحبوحه تنش‌ها در منطقه سفری داشتند به جزایر سگانه، علل خصوص به ابو موسا. آیا فکر می‌کنین هدف محمود احمدی نژاد با توجه به تنش‌ها در منطقه و با توجه به اختلافات داخلی نظام در واقع چه بوده است؟ این موضوع جزایر سگانه یک تاریخ چند دهه‌ای داره برای بررسی، اما اون که
مسئله رو، یعنی نگاه به مسئله جزایر سه‌گانه را اگر با دقت بررسی کنیم، سه رویکرد رو میشه در ارتباط با اون جزایر مطرح کرد. یعنی یک رویکرد حقوقی داره این سه تا وسل جزیره، یه رویکرد تاریخی هست، یه بررسی تاریخی باید بشه، و یه رویکرد سیاسی. بله. به نظر من نه حقوقدان هستم و نه تاریخدان، من فعال سیاسی هستم و درنچه به رویکرد سیاسی این مسئله این فرض من فکر میکنم که امروز مسافرت احمدی نژاد به ابو موسی در واقع یک رویکرد سیاسی است برای به اصطلاح تاثیر در سیاست جمهوری اسلامی. نگاه کنید الان همونجوری که مطرح کردید، فشار بین‌المللی از جنبه به اصطلاح سیاست اتمیش و تحریم‌های هر روزه‌ای که به اصطلاح علیه جمهوری اسلامی در کشورهای مختلف دنیا اعمال میشه، بعد فشار به ایران از دختر به اصطلاح نقض حقوق بشر که فعال حقوق بشر در به اصطلاح ایران در خارج به اصطلاح مدام در اون سمت و سو حرکت میکنن، بعد موضوع جمهوری اسلامی و فعالیتش و حمایتش از مسئله سوریه که اونجا هم به اصطلاح پای جمهوری اسلامی در سرکوب‌های مردم سوریه کاملا هویداست و اونجا هم از اونجاوی هم جمهوری اسلامی زیر فشار از سوی اعراب. یه دفعه در این شرایط احمدی نژاد و یک سفری میکنه به جزیره ابو موسی. به نظر من اگه دقت بکنیم به بیزر تاریخ این مسئله، نشون میده که این مسافرت بحث خلیج فارس که چند سال پیش باز مطرح شد، هنوز هم تتمه های اون بحث باقیه، با این سیاستی که به اصطلاح این جزیره همیشه فارس و تعلق به ایران، تحریک ناسیونالیسم ایرانی، به اصطلاح جذب نیروهای پانیرانیستی در اپوزیسیون برای همگامی با جمهوری اسلامی در اون بحث خلیج فارس بسیار دامن گستر شد. اینجا خلیج فارس یا خلیج عربی است یا چیز اسم خلیج فارس، منظورم این که امروز روی کرده سیاسی که جمهوری اسلامی و احمدی نژاد با این حرکتش انجام داده در واقع جلب حمایت جریانات ناسیونالیست راست جامعه سیاسی فارس ایران در خارج از کشور، به خصوص حتی در داخل خود ایران که با تحریک ناسیونالیزمی که به هم کشورهای عربی به ایران فشار وارد میکنن در ارتباط با جزایر سگانه و موضوع باز اون خلیج مطرح میشه که فارس خلیج عرب هست چی هست، به نظر من بازگرداندن یا انحراف اذهان عمومی ایران از مسئله اصلی که جمهوری اسلامی با اون درگیر هست به مسئله فرعی است که به اصطلاح مسائل جزایر مطرح میشه، در این حال هم به اصطلاح انحراف ذهنیت عمومی و جلب به اصطلاح گرایش راست ناسیونالیستی در بین اپوزیسیون ایران و بعض این تأثیر این به اصطلاح این بینش پانیرانیستی در افکار عمومی جامعه ایرانه که میتونه حتی حمایتی رو همون بخش از جمهوری اسلامی در این سیاستش بکنه، یعنی در واقع به گونه ای از اون این سیاست جمهوری اسلامی جلب حمایت ذهنیت پانیرانیستی در افکار عمومی جامعه تا حدودی و بعد بین احزاب سیاسی به اصطلاح مخالفینش، یعنی در واقع در اون در جریان خلیج که بحث خلیج عربی یا خلیج فارسی، اونجا خیلی از نیروهای سیاسی در گرایش راست در اپوزیسیون جامعه فارسی ایران به شدت در حمایت از به اصطلاح سیاست‌های رژیم عمل کردن و بازیچه سیاست‌های جمهوری اسلامی قرار گرفتن و همگام شدن در این بحث. حتی جمهوری اسلامی در تفسیر اون فیلم‌هایی که در ارتباط با ایران می‌ساخته بودن، اون فیلم سیزد اومد به اظهار نظر رسمی کرد سفارتخونه‌هاش، در واقع جمهوری اسلامی مهارتش رو در اون رابطه در ارتباط با همین مسئله خلیج مهارتش رو امتحان کرده که میتونه آیا اون بخش از اپوزیسیون و بخش از افکار عمومی که به اصطلاح با مسلح به نگاه پانیرانیستی و پانفارسیستی از خودش جلب بکنه یا نه. و من فکر می‌کنم که این سیاست جمهوری اسلامی در واقع به اصطلاح رفتن احمدی‌نژاد به جزایر جزیره ابو موسی در واقع همون بهره برداری از اون تجربه ایست که میتونه از ناسیونالیسم پانیرانیستی یا فکر پانیرانیستی که در افکار عمومی و اعصاب سیاست استفاده بکنه. و اما در مورد مسئله حقوقی این قضیه و به اصطلاح جنبه های تاریخی قضیه، به نظر من این تفسیر رو باید صلاحیتش رو بسیار جامعه عرب ایران، رهبرهای سیاسی و رهبرهای حقوقی جامعه عرب ایران دارن که در مورد این موضوع تفسیر بکنن. من خودم رو ماهر در تفسیر مسئله حقوقی و تاریخی اون نمیدونم. بله، خیلی متشکر جناب آقای یونس شاملی، فعال سیاسی آذربایجانی از شرکت جناب علی در این برنامه. شب خوشی داشته باشید.
خیلی متشکرم. امارات متحده عربی روز پنج شنبه دیدار محمود احمدی نژاد رئیس جمهور جمهوری اسلامی ایران از جزیره ابو موسا را به شدت محکوم کرد و آن را نشانی از کسب‌های ادعاهای ایران درباره داشتن روابط خوب با امارات متحده عربی و همسایگان برشمرد. امارات متحده عربی همواره حاکمیت خود بر جزایر ابو موسا، تنب صغرا و تنب کبرا را تأکید کرده و آنان را اشغال شده از سوی جمهوری اسلامی ایران و از سوی ایران می داند. به گزارش خبرگزاری رسمی امارات متحده عربی، عبدالله بن زاید آل نهیان وزیر خارجه این کشور با انتشار بیانیه‌ای گفته است که وی دیدار محمود احمدی نژاد از جزایر ابو موسا را که در سال 1971 به اشغال ایران درآمده است با شدیدترین لحن محکوم می کند. آل نهیان این دیدار را نقض آشکار حاکمیت امارات متحده عربی بر قلمرو این کشور و متوقف کردن همه تلاش های صورت گرفته به منظور یافتن راه حلی مسالمت‌آمیز جهت پایان دادن به اشغال سه جزیره امارات دانسته است. امارات متحده عربی بارها مقامات جمهوری اسلامی ایران را برای حل مسئله سه جزایر ابو موسا، تنب صغرا و تنب کبرا از طریق گفتگوهای مستقیم و مراجعه به دیوان بین المللی لاهه دعوت کرده است. اما وزیر خارجه امارات گفته که دیدار محمود احمدی نژاد از جزایر ابو موسا هیچگاه وضعیت قانونی این سه جزیره را تغییر نخواهد داد، چرا که امارات سه جزیره را بخشی جدایی ناپذیر از قلمرو ملی امارات متحده عربی می داند. جناب آقای نوریزاده درود بر شما. درود بر شما. صداتون یکم ضعیفه، اگر یکم بلندتر. بله دوستان در کنترل و پخش لطف کنن که صدای بنده را یه خورده واضح‌تر برای جناب آقای نوریزاده ارسال کنن. بله جناب آقای کنانی، همچنان که مستحضر هستین، تنش‌های میان امارات و جمهوری اسلامی ایران رخ داده. آیا واقعا این جزایر سگانه مربوط به ایران هستند یا در واقع خاک امارات هستند و جمهوری اسلامی ایران در واقع اونها را اشغال کرده؟ آیا کدام یک از این گزینه ها واقعیت داره؟ عرض کنم خدمتون که این یک مسئله حقوقی هستش که از سال 1971 شروع شده و تا به امروز هم ادامه داشته. این جزایر اصلا در ساحل غربی خلیج هستند و متعلق به ایران بوده، به امارات متحده بودند و وقتی که انگلیسی ها از خلیج در سال 71 عقب نشینی کردند، از ترس این که مبادا عراق که اون موقع یک کشور با نفوذی بوده تو منطقه و دنبال توسعه دهنه دریای سواحل دریای خودش بوده اونجا نیرو نندازه، ژاندارم منطقه خاورمیانه یا خلیج اون موقع که شاه بودش به جزایر نیرو فرستادن و اونجا را اشغال نظامی کردن و این حادثه در تاریخ ایران موجوده و مذکوره. و بعد که اماراتی ها با شاه خواستن در مورد این مسئله به اصطلاح تباحث بکنن و به توافقی برسن، مسئله طول داده شد تا اینکه انقلاب پیش اومد و جمهور اسلامی که سر کار اومد به اماراتی ها گفت که ما تازه انقلاب کردیم، تازه زمام امور در ایران رو گرفتیم و باید به ما فرصت بدهید، که متاسفانه جنگ پیش اومد و وقتی که جنگ پیش اومد و به اصطلاح کمک کشورهای خلیج و عربی به عراق، ایران رو
به این سو برد که ما بقای این جزیره که بالمناسبه اون موقع با ایران بود، یعنی ایران پازگاه داشته تو ابو موسا و یک ایزگاه آتش نشانی داشته و در واقع تمام مردمی که در اونجا زندگی میکردن اماراتی بودن و هفته دو بار کشتی از کشور امارات برای اونا میومد، حتی زباله‌های اون مردم رو کشتی اماراتی میکشید و میبرد، غذاشون، خریدشون، مدارسشون همه اماراتی بود. منتها بعد از جنگ ایران شروع کرد به پیاده کردن خانوارهای ایرانی و اسکان دادن اونها به غرض تغییر دموگرافیک جزیره و مسئله تا به امروز ادامه داده شد. این مسئله راه حل داره، راه حل حقوقی داره، منتها ایران از رفتن به دیوان بین المللی الهه تفره میره به خاطر این که گویا امارات مدارک بیشتری و مستندتری از ایران در دست داره. رفتن احمدی نژاد در این بحبوه هم که آقای همینطور که آقای شاملو اشاره کردن در واقع جزی از مسئله تحریک به اصطلاح احساسات ناسیونالیسم فارس در ایران هستش که متاسفانه این احساسات به حدی بعضی وقتا در این گونه مسائل بالا میره که به حد فاشیسم هم میرسه. یعنی بیشتر این دوستان هموطن ما به خاطر اینکه ما کاربری نامهای اصیلی که 500 سال در عربستان ایران به عربستان گفته میشد یا محمره‌ای که مردم عرب خودشون ساختن و این نام رو بر اون نهادن، وقتی ما نامهای اصیل رو به جای نامهای مجهول به کار بریم، این دوستان به ما هم حمله میکنن، به ما هموطنان اونها هم حمله میکنن و اسامی که تا همین الان بر زبان مردم اون خطه جاریه، در خفاجیه، در محمره، در همه جا فلاحیه هستش، اونا رو بحثی و صدامی و بیرون از ایران اومده و دشمن میدونن. بنابراین اینا با این نگاه های دوگانشون حقیقتا ناسیونالیسم هم نیستن. ناسیونالیست سالم هیچ ایرادی نداره یک شخص کرد یا یک شخص ترک یا عرب یا فارس به ناسیونالیسم خودش افتخار ببره، منتها این حق رو به دیگران هم بده که به اون اصل خودشون و هویت خودشون هم افتخار بکنن. بله جناب آقای کنانی. بله خیلی متشکر. جناب آقای نوریزاده، سوال بنده از جناب علی در خصوص سفر محمود احمدی نژاد به ابو موسا در واقع اینه که آیا در این بهبوه سفر احمدی نژاد و جناب علی چگونه تفسیر می کنید؟ آیا واقعا این جزایر متعلق به ایران هستند یا متعلق به امارات متحده عربی؟ با درود به شما و دوستانی که هستن، آقای کنانی و دوستان دیگر و همینطور بینندگانتون، اولا من بسیار متاسفم، یه هموطن عرب من، عرب ایرانی که بنده در این دو هفته یا ده روز حنجرم و برای حقوقشون پاره کردم و شب و روز گفتم عرب ایرانی، عرب ایرانی، بنی طرف، بنی کعبه، نباید بگیم عرب زبان، باید بگیم عرب ایرانی، باید بگیم کرد ایرانی یا ایرانی کرد یا آذربایجانی ایرانی و حقوقشون رو به رسمیت بشناسن. ولی متاسفم که ایشون به عنوان وکیل مدافع امارات داره صحبت میکنه. اماراتی که 50 سال پیش نبوده حالا سند داره که ثابت میکنه مالک ابو موسا و تون به بزرگ و کوچکه، 800 سال قباسمه خراجگزار ایران بودن، ما حاکم تعیین میکردیم، چطوری با 70 سال انگلیس اومد اونجا، اینجا شد زمین امارات. به اضافه اینکه بین ما و امارات شارجه قرارداد هست، ما قرارداد 1971 رو داریم. اعتراض ما به جمهوری اسلامی اینه که این قرارداد رو در سال 1992 زیر پا گذاشته. یعنی الان باید پشت جمهوری اسلامی در واقع وایساد در این موضوع؟ ببینید مسئله پشت وطنمونه، مسئله جمهوری اسلامی نیست. مگه ببینید حکومت ها میان و میرن ولی سرزمین سر جاشه. صدام حسین وقتی اومد بخشی از کردستان رو گرفت یا بخشی از خوزستان رو گرفت، تمام ایرانی ها از جمله عرب های ایرانی و کرد های ایرانی با جووناشون رفتن پس گرفتن، جون دادن، کشته دادن و آقای صدام حسین نتونست برا خودش عربستان درست کنه،
برای اینکه بچه های خرمشهر و آبادان و اهواز و مسجد سلیمان رفتن جون دادن، خونشون ویران شد و از خاکشون دفاع کردن. اینه که ما در چیزایی که مسئله به حاکمیت ما برمیگرده یک ذره کوتاهی نباید بکنیم. دعوای ما با جمهوری اسلامی سر خودش، این رژیم رژیمیست جائر، رژیم دیکتاتور، رژیم عقب افتاده و مرتجع و باید سرنگون بشه. این یه حسابه، اما به خاطر این ما نباید جانب امارات رو بگیریم. بله، ولی تحلیلگران سیاسی بر این باورند که جمهوری اسلامی همکنون سوء استفاده میکنه از موضوع عرق ملی در واقع. بله، ببینید، اگر کنانی عزیز من که من میدونم خودش از کسانی است که به این گربه نشسته به دیوار آسیا خیلی هم دل بسته، اگر این حرفا زده بشه جمهوری اسلامی سوء استفاده میکنه. ولی اگر ما خودمون مدافع حاکمیت خودمون باشیم، جمهوری اسلامی تمام حقوق ما رو در دریای مازندران از دست داد. جمهوری اسلامی لیاقت حفظ حاکمیت ما رو نداره، همونطور که حقوق همه مردم ایران رو اونقدر فارس کشته که همونقدر عرب و همونقدر کرد و آذربایجانی و بلوچ و ترکمن و غیره کشته. منظورم اینه که او بین ما، من توی شعرم گفتم وقتی اینا میکشن کاری ندارن چفیه به گردنمونه یا نمیدونم کلاه قشقایی سرمونه یا بی کلاه هستیم، اینا دشمن ما ملت، ما این لحاف چلتکه هستن، دشمن ما. اینا یه دشمنن که کشور ما رو اشغال کردن. ولی جایی که مسئله حاکمیت ما، سیادت ما در مطرح هست، همه ما باید یک صدا باشیم و اجازه ندیم جمهوری. چرا ایران نمیره دادگاه دیوان لاهه؟ این مثلا سوالی است که باز من از جنبه حقوقی بهش میگم. شما در خانه خودت نشستی، یکی میاد در میزنه میگه این خونه مال منه، شما باید بری ثابت کنی خونه مال شماست، نه اون باید بری ثابت کنه که نه خونه مال اونه یا زمین مال اونه. شما که تو خونه خودت نشستی. و امارات اگر حسن نیت داشته باشه، ما قرارداد داریم، منتها جمهوری اسلامی با دخالتاش همین امروز ببینید تو بحرین چی کار دارن میکنن. یه مردمی رو که شیعیان ایرم که یه حقوقی دارن و دولت بحرین هم آماده است این حقوق رو بهشون بده، با تحریک جمهوری اسلامی آتش زدن، لاستیک زدن، یه مسابقه که در اونجا برگزار میشه یه خنده و آرامشی به لب مردم بیاره، اینا دارن تخریب میکنن. از چند روز قبل تلویزیون العالم و پرس تیوی داره آتش میزنه به بحرین. خب جناب آقای نوریزاده، البته برخی ها بر این اعتقادن چون جمهوری اسلامی در واقع دخالت میکنه در بحرین، در گذشته بحرین هم جزو خاک ایران بوده، برای همین احتمالاً همکنون بحرین رو هم جزو خاک خودش حساب میکنه. ببینید، اینا قوانین بین‌المللی، بحرین رو مردم رفتن تو رفراندوم کردن، اکثریت به استقلال رأی دادن، دولت قبلی ایران این رو به رسمیت شناخت، اولین کشوری که بحرین رو به رسمیت شناخت ایران بود و امیر وقت بحرین به ایران اومد، هویدا به بحرین رفت و من خودم جز اولین گروه روزنامه نگاران بودم، خیلی هم جوان بودم که به بحرین رفتم. یعنی منظورم اینه حکایت بحرین با حکایت این سه جزیره چیز متفاوتیه. همونطور که یک سرسوزن خاک خوزستان یا خاک کردستان یا از هر جای دیگر ایران اگر کسی چشم طمع بهش بکنه همه ما باید بیستیم، در این موردم کنانی عزیز من و دوستان دیگرم همه باید یک صدا باشیم و اجازه ندیم، چون ما دشمن جمهوری اسلامی هستیم، دشمن ایران که نیستیم. بله، جناب آقای کنانی، جناب عالی، آیا در واقع مدرکی هست داله بر این که این جزایر متعلق به امارات متحده عربی باشه؟ جناب آقای نوریزاده اشاره‌ای داشتن به این موضوع که خود امارات عربی در واقع 33 سال از عمرش می‌گذره. ببین دوست عزیز، با سلام مجدد خدمت شما و آقای نوریزاده. مسئله خراج دادن یک به اصطلاح یک منطقه به یک نظامی در گذشته دلیل نمیشه که اون منطقه تابعیت یا ملکیت اون نظام باشه. 23 کشور جهان عرب تا همین 90 سال پیش خراج گذار ترکیه بودن،
امپراتوری عثمانی بود و اصلا عراق 3 تا ولایت داشته، موصل و بصره و بغداد، و این ولایت تابع ترکیه بودند، کشورهای دیگه همه تابع ترکیه یا عثمانی بودند. من هیچ ترکی رو چه در داخل ایران چه در خارج از ایران تا به حال ندیدم که بگه مثلا این کشورهای عربی مال ترکیه هستند. متاسفانه دوستان ما به خاطر اینکه مثلا بحرین زمانی خراج گذار ایران بوده یا جاهای دیگه، و حتی معمره شیخ قزعل که خود رضاشان میگه این آقا شبه مستقل بوده، و آقای عبدالغفار نجم الملک در سفرنامه خودش که به نام سفرنامه عربستان موجوده و من نسخش دارم، خطیش دارم، گفته که این منطقه، گفته حیف است 100 سال پس از اشغال این منطقه ما هنوز در این سرزمین بیگانه ایم. بعد مسئله خراج دادن اینا دلیل مالکیت و تابعیت نیستش. وضعیت جزایر مثلا تنب کوچک، تنب بزرگ، اینا در واقع یه رأس خیمه ای داریم، ما خشکی داریم رأس خیمه، و این من از لحاظ فرهنگی میگم، به خاطر اینکه دریا نوردان در منطقه خلیج، چون من خودم بچه خلیجم و ساحل نشین خلیجم و مسئله رو میدونم که این مسئله اینطور بوده که اعراب هر چیزی رو یه تسمیه از روی تسمیه میذارن. رأس خیمه یه خشکی هستش که در آبهای خلیج اومده و در برابر اون این دو جزیره به نام تنب کوچک و تنب بزرگ، و شما میدونید که بادیه نشینان خیمه نشینان و همیشه سر خیمه یا اون به اصطلاح نوک خیمه دو تناب بهش میبندن، که یک تناب بزرگ و یک تناب کوچک، و این تناب تنب همون تناب فارسی خودمونه. بعد این من از لحاظ فرهنگیش میگم یا لغویش یا معنویش میگم، منتها از لحاظ قانونی این مسئله میتونه در لایحه هم حل بشه. ایران چرا نمیخواد بره اونجا؟ امارات که اصرار داره و تاکنون هیچ مسئله، این مسئله رو نظامی نکرده، کاربرد سیاسی هم ازش نکرده، و مرتب از ایران التماس میکنه، استدعا میکنه که آقا تشریف بیار تو دادگاه ما حرفمونو با هم بزنیم. و این مسئله، مسئله دیگه احمدی نژاد با رفتن به اونجا هم میخواست که این به اصطلاح احساسات دوستان فارسمونو تحریک بکنه که ایران در معرض خطره، خاک ایران در معرض خطره، و اونها رو با خودش هم سنگر بکنه. و دوم اینه که با این تهدیدی که میکنه این کشورهای حاشیه نشین خلیج پناه میبرن به آمریکا و اسلحه از آمریکا میگیرن، و اینطوری یه مقدار پولی سرازیر میشه تو به آمریکا که آقای اوباما بتونه چالش های اقتصادی آمریکا رو حل کنه. خیلی از تحلیلگران ایرانی گفتن که 70 میلیارد دلاری که امارات در چند ماه گذشته از عربستان سعودی از چیز خرید، از آمریکا خرید، در واقع مشکل 400 هزار بیکار در آمریکا رو برای آقای اوباما حل کرد. و به مناسبت عربستان سعودی من عرض کنم خدمت یه چیزی بدم توضیح بکنم که در تمام اسناد تاریخی موجود در گزیده اسناد سیاسی وزارت امور خارجه دو جلده که منتشر شده، عربستان سعودی که امروز ما عربستان سعودی می نامیم به مملکت عربی سعودی قید شده، معروف بوده در تمام مکاتبات تا سال 1936 به ایرانی ها به اون می گفتن مملکت عربی سعودی، و آقای نورزاده هم دقیقا می دونه معنی مملکت عربی سعودی همینه. منتها بعد از این که اومدن نام خوزستان رو جعل کردن به جای عربستان به کار بردن، این نام عربستان رو بردن بر مملکت عربی سعودی نهادن، بر مملکت عربی سعودی نهادن، و نام این منطقه ما رو خوزستان کردن. منطقه عربستان شامل سرزمین های بختیاری هم نبوده و نیستش که دوستان بختیاری که تحریک نشن به خاطر اینکه بگن ما چشم طمع به سرزمین های یا شهرهای اونا داریم. عربستان سرزمینیه که تماما عرب نشینه، در کتب ایران قید شده، محمره محمره بود، نخرمشهر، خفاجی هم
سوز سنگر نبود، فلاحی هم شهدگان نبود. حالا این دوستانی که از ما میخواییم که ما طرف اماراتی ها رو نگیریم، چرا خودشون برای رضای ما، برای اینکه به ما چیزی بگن، ما احساس بکنیم هموطن اونا هستیم، از حقوق متساوی برخورداریم، چرا این شهرهای تاریخی ما رو پس ناماشونو به ما پس نمیدن، چرا نامای اسیر رو به کار نمیبرن؟ حالا من خلیج فارسی یا خلیج عربی نگفتم، تنها کلمه خلیج به کار بردم، منتها این هم برای دوستان هموطن ما قابل قبول نیستش. بله جناب آقای نوریزاده، اظهارات جناب آقای حمید کنعانی را شنیدید. مغالطات تاریخی میکنن، اونم به شکل عجیب غریب. اولا شیخ خزعل در تمام مدت تبعه ایران بوده و تعیین شده از جانب دولت مرکزی. در تمام مکاتباتش که همه رو من خوندم، مجلس شورای ملی ایران شید الله ارکانه، اعلی حضرت همایون سلطان احمد شاه و اظهار عبودیت و بندگی به ایشون و حتی به رضا خان و بعدن رضا شاه، کاری ندارم. ایشون استانداری بوده که تعیین شده بوده در اونجا، آدمی جنایتکار، برادرش رو کشته، اون همه تجاوز به مردم کرده، دخترای مردم رو میبرده و امروز بر خزعل آدم عشق بریزه دردناکه. دوم اینکه خوزستان اسم تاریخی اونجاست، 2000 سال پیش اونجا خوزستان بوده، در زمان قاجار اگر اسمی بر ولایتهایی گذاشتن، قاجارها خیلی کارهای دیگه هم کردن، 17 شهر قفقاز هم به باد دادن. اما اینکه ایشون میفهمن 23 کشور عربی اینو میگن، 23 کشور عربی اسم خلیج همیشه فارس رو کردن خلیج عربی و بنابراین دلیل نداره اگر یه نفر اومد جعل کرد خونه شما رو گرفت، این خونه مال ایناست. خراج گذار که بنده گفتم یعنی تبعه ایران بودن، نه اینکه فقط به ایران باج میدادن، چون اونا چیزی نداشتن. اونجا مرکز راهزنا بود و 4 تا ماهیگیر بدبخت فقیر. من خودم دبی رو که در سال 75 رفتم با دبی امروز وقتی مقایسه میکنم مثلا شگفتی زده میشم. و بعد مرحوم شیخ راشد که حاکم دبی بود آنقدر به ایران مدیون بود که وقتی خلخالی رفت اونجا گفت خلیج اسلامی، گفت عجله نکنید شما تون نرونید. حالا الان این موج رو راه انداختن، مسلم من حقوق هموطنان عربم رو به رسمیت میشناسم، اما من که کاری نیستم، باید یه مجلس شورای ملی یا یک مجلس مؤسسانی تشکیل بشه. اولا مثلا روی مسئله خودگردانی یا خودمختاری باید حدود مشخص، اینا کار مجلسه، اسم تغییر شهرها کار مجلس مؤسسانه، کار من روزنامه نگار نیست. آنچه موجود امروز این مسائل، ما داریم اختلاف سر اسم و سر اینکه اینجا قبلا حاکمش جدا بوده یا عربستان بوده، داریم با هم جدال میکنیم، در حالی که جمهوری اسلامی هیچ کدوم ما رو تحمل نمیکنه، چه حامد عرب ایرانی رو، چه من اصفهانی مادر ترک همسر کرد که نمیدونم خودمو بگم کجایی هستم، من میگم ایرانی هستم. ولی در هر صورت عزیزان من، این مسائل رو دقت بکنیم. امارات عربی متحده روزی که ایران و عربستان روابطشون بسیار نزدیک شد و قرارداد امنیتی بستن، همین مسئله رو راه انداخت. ولیعهد اون زمان عربستان امیر سلطان که سال گذشته درگذشت، خطاب به وزیر خارجه امارات گفت به خاطر 25 متر ما نمیایم روابط استراتژیکمون رو با همسایه‌مون ایران به خطر بیاندازیم. این جمهوری اسلامیه که باعث میشه این مسائل مطرح بشه. چطور امارات در زمان شاه یک کلمه راجبی این چیزا حرف نمیزد؟ شیخ زاید میمد ایران، همشون شکار در شیراز، همه مخلص ایران هم بودن از بالا تا پایین. پس چرا الان این موضوع در واقع از طرف امارات مطرح شده؟ ببینید الان خدمت رو عرض کردم، جمهوری اسلامی وقتی آدم کش تربیت میکنه میفرسته قطیف، وقتی آدم کش تو بحرین میفرسته، وقتی پول میفرسته میخواد کیان اینا رو به هم بریزه، خیلی طبیعیشون هم واکنش نشون بدن. این یه چیز خیلی طبیعیست. به اضافه این که امارات هم اتفاقا نیاز داره هر از چند گاه، برای اینکه ترکیب جمعیت امارات که اماراتی نیست، دو سومشون کسایی هم که بهشون جنسیه دادن. بله. و اونا هم نیاز دارن برای تلاحم شعبی یا همبستگی ملی
این مسئله رو زنده نگردن، این نمک رو بر زخم بپاشن. و باز من میگم دیوان داوری لاهه قانونش اینه که دو طرف باید برن سر دعوای زنده، دکتر مصدق و انگلیس هم دو طرف موافقت کردن رفتن، یعنی ایران رفت انگلیس هم مجبور شد بیاد، یعنی قبول کرد. در اینجا امارات اومده نسبت به بخشی از خاک ما مدعی است، این باید بره این ادعاش رو اثبات کنه. الان ایران در موقعیت ضعیفی است، در هر جایی ممکنه رأی به ضرر ایران داده بشه، کما اینکه آمریکا و بریتانیا که تأیید کننده موافقتنامه ایران و شارجه بودن، امروز میان به جمهوری اسلامی و احمدی نژاد میگن سعی کنین با تفاهم و با گفتگو با این چیزا مسئله حل کنین، در حالی که خود بریتانیا بر پای توافقی که با ایران کرد بعد از اینکه ایران دست از ادعاش راجع به بحرین کشید و به رسمیت شناخت بحرین رو و رفراندوم رو، بریتانیا هم پذیرفت که این جزایر به خاک وطن و خاک مادر یعنی ایران برگرده، با این تفاوت که در اونجا شارجه دارای حقی است مبنی بر داشتن پاسگاه مدرسه. آقای کنان گفت ایرانی اونجا نبود، دوست عزیزم من رفتم اونجا، ایرانی هم بود، 350 تا اماراتی بودن و این طرف یه چیزی نزدیک 600-700 تا ایرانی بودن که به مرور زیادتر شدن و جمهوری اسلامی از قرارداد تجاوز کرد با اخراج معلمان مصری و شهروندان اردنی و سوری و چند جای دیگه که اونجا بودن پاکستانی، اینا رو بیرون کرد و به این ترتیب از اتفاقیه یا قراردادی که داشتن تخطی کرد و اون زمان رفسنجانی حاکم اونجا رو عوض کرد و تلاش کردن با امارات اینو حل کنن، اما امارات از این مسئله استفاده کرد و ادعای مالکیت، ولی تا قبل از اونجا شما ادعای مالکیتی نبوده، موضوع خلافات بوده که اینو حلش بکنیم، چون در اتفاق 71 مسئله سیادت به صورت کامل توی جزیره حل نشده و یعنی مشترک سیادت هست حتی استفاده از ثروت دریایی. من قرارداد کامل خوندم، اگه یه وقتی بخواین در یه فرصتی میتونم بعدا جزئیاتشم بگم. بله خیلی متشکر جناب آقای نوریزاده. ممنون. و سخن پایانی جناب علی جناب آقای کنانی، چون وقت برنامه به پایان رسیده، خیلی متشکر. کوتاه در برنامه های دیگر سعی خواهیم کرد در این خصوص بیشتر صحبت کنیم. من سخنی ندارم از شما، واقعا متشکرم همچنین از آقای نورزاده، ولی به آقای نورزاده میگم آقای نورزاده شما در انگلیس زندگی میکنید، یعنی حداقل همچون انگلیسی ها باش در این گونه مسائل که ایرلندیا سال آینده میخوان از انگلیس جدا بشن، همه انگلیسی ها هیچ گونه اعتراضی در این مورد نمی کنند. اگر مردم ابو موسا یا هر جای ایران بخوان از این جهنمی که تو ایران به نام ایران موجوده بخوان خارج بشن، شما باید به رأی اون مردم احترام بگذاری و مسئله دفاع از خاک ایران و اینکه ملت ها رو مردم ها رو به خاطر فدای خاک بکنید دوری کنید. آقای نورزاده بله خیلی متشکر. و سخن پایانی جناب آقای نوریزاده، فقط متشکر، خیلی کوتاه. بله متاسفانه ارتباطمون با آقای نوریزاده قطع شد. بینندگان تلویزیون تیشک، متشکر از اینکه با ما همراه بودید. تا صفحه دیگر همه شما را به خدا می سپارم. شب خوش، بدرود، خدا نگهدار.